نظر مولانا در مورد زن مهر زن از دریای محبت خداوند سرچشمه می گیرد حق هزاران سنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است حق هزاران سنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است پس حق حق سابق از مادر بود هر که آن حق را نداند خر بود هر که آن حق را نداند خر بود الانسان حریص علی ما هرچند که زن را امر کنی که پنهان شو او را دغدغه خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از آن نهان شدن او رغبت به آن زن بیش گردد پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی آن خود عین فساد است اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند اگر منع کنی و نکنی او بر آن تب نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن فارغ باش و تشویش مخور و اگر به عکس این باشد باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن منع جز رغبت را افزون نمی کند علل حقیقت. زن چه باشد عالم چه باشد اگر گویی و اگر نگویی او خود همان است و کار خود نخواهد رها کردند بلکه به گفتن بتر شود بلکه به گفتن بتر شود گفت پیغمبر که زن بر آقلان، غالب آید سخت بر صاحب دلان باز بر زن جاهلان چیره شوند زانکه ایشان تند و بس خیره روند هم بود چون رقت و لطف و وداد زانکه حیوان است غالب بر مهر و رقت وصف انسانی بود خشم و شهوت وصف حیوانی بود پرتو حق است آن معشوق نیست پرتو حق است آن معشوق نیست خالق است آن یا مخلوق نیست خالق هستن گویا مخلوق نیست چو فرزند باشد به با آین و فر گرامی و دلبر چه ماده چه نر روز زن برای تمام زنان به ویژه زنان افغانستان فرخنده باد